دو عرض ادب و احترام دارم. رسانه ای هستم در سلسله لایو های شب های ایرانی جوایز پارسی و قرار بر این هستش که با بانوی خوش آواز و خواننده آواز سنتی و فولکلور ایرانی گپ و گفتی رو داشته باشیم. قبل از اینکه از ایشون خواهش کنم که به ما ملحق بشن، من در شهر تورنتو هستم، 10 دقیقه به 2 بعد از ظهر هستش و تمام روز داریم با یک خبری برخورد میکنیم در ارتباط با متاسفانه جدایی جاستین ترودو و سوفی، پرایم مینستر کشور کانادا، از همسرشون دارن جدا میشن و تمامی رسانه های پرژن و نان پرژن، ایرانی و غیر ایرانی، دارن در این ارتباط صحبت میکنن. خب خبریه که هر کدوم از ما در ارتباط با هر کسی که بشنویم بدون هیچ تردیدی ناراحت میشیم. خبر خوبی نیست، ولی بهترین ها رو برای جاستین ترودو و سوفی همسرش آرزو میکنیم و امیدواریم که هر کدوم راههایی رو که انتخاب کردن به بهترین نحو بتونن ادامه بدن. و به هر حال ما هم چون که همواره از ایشون میشنویم، روزانه از این افراد میشنویم، همگی ما تحت تاثیر قرار میگیریم. بهترین ها رو برای همگی شما عزیزان و هر کسی که با مسائلی به این شکل داره دست و پنجه نرم میکنه آرزو دارم. از اینجا دعوت میکنم، در اینجا دعوت میکنم از بانو فریبا معظمی که به ما ملحق بشن و از ایشون بشنویم. یکی از اتفاقهایی که در پرژن وارز جوایز پارسی داره میفته در پروژه 100 به اضافه خواننده بانو و زن ایران زمین هستش. یکی از پروژه هایی که خیلی جدی در موردش دارن صحبت میکنن و در همین جا از شما عزیزان، از شما هموطنان گرامی در اقصی نقاط جهان دعوت میکنیم که اگر که بانوانی رو میشناسید که در این زمینه علاقمندن، فعالیت هایی رو در کنار افراد بانوان خواننده و همچنین از شما آقایان که در موسیقی و در تنظیم، در هر برنامه که به موسیقی مربوط هست در حال فعالیت هستیم، خواهش میکنیم که با من و تیم جوایز پارسی در ارتباط باشید. درود بر شما. درود بر شما خانم روز، خیلی خوشحالم که میبینمتون. منم همینطور خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. مرسی که وقتتون رو به من دادید. خواهش میکنم. من ممنونم از شما به خاطر دعوتتون و از گروه خوب پرشین وارز که واقعا دارین این همه تلاش میکنید و قدردان محبتتون هستم من شخصا و میدونم که همه عزیزان همینطورن. بسیار عزیزید و ارزشمندید. من که یک صدا بیش نیستم و پرژن وارز جوایز پارسی متعلق، این مجموعه فرهنگی متعلق به خود شما عزیزانه. ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم که همواره مهرتون رو میرسونید و در جلسات ما هم حضور داشتید. افتخاری بوده برای من. ممنون از دعوتتون و خوشحالم که الان اینجا هستم. بسیار سپاسگزارم. اگر بخوایم که بانو فریبا نازنین خودش رو برای مخاطبان جوایز پارسی بیشتر معرفی کنه ممکنه؟ خواهش میکنم. با افتخار، من فریبا معظمی هستم، زاده استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، و در حال حاضر خواننده موسیقی سنتی و فولکلور ایرانی هستم، نواحی ایران مخصوصا خراسان، و نمیدونم دیگه چی لازمه بگم. برام بگین که چرا آواز خوان شدید. از کجا شروع شد این قصه؟ باید درست بگم که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. من از زمانی که به یاد دارم، و اون موقعم که به یاد ندارم، خب خانواده گفتن که از اول علاقه‌مند به خوندن بودم و میخوندم از زمان بچگی،
بعد که به مدرسه رفتم توی جمعهای دانش آموزی و مدرسه میخوندم، تو خانواده بودم که اهل موسیقی بودن، یعنی پدر من، مادرم صدای خوشی داشت و پدرم هم ساز میزد و خواهر و برادرانم علاوه بر این که صدای خوشی داشتن همگی به ساز هم وارد بودن، یعنی همیشه در جمع خانوادگی از بچگی موسیقی توی گوش من بوده و در جمع هامون همینطور خوندن و ساز زدن هنوز هم همینطوره، همیشه هست در جمع. اما من هیچ وقت از بچگی به این فکر نکردم که دنبال این حرفه به عنوان یک کار تخصصی برم، هیچ وقت به ذهنم نرسید و چون به شغل آموزگاری بسیار علاقه من بودم دنبال اون حرفه رفتم و معلم شدم، بعد ازدواج کردم اومدم تهران، معلم ابتدایی بودم و بعدش همزمان با پسر بزرگم وارد دانشگاه شدم. در تمام این مدت البته از موسیقی دور نبودم، ساز سنتور، سه‌تار و دوتار رو تا یه حدی اینها رو هم جلو بردم، ولی وارد دانشگاه شدم، علوم اجتماعی خوندم و بعد مقطعم اومد به دبیرستان و در دبیرستان هم که مشغول کار بودم ولی کلاس آواز رو شروع کردم. یعنی کلاس آوازم اینجوری شروع شد که استاد عزیز دفی که می اومد خونه و با من دف کار میکرد، وقتی که من میخوندم همراه با دف به من گفت که شما اصلا باید بخونین، باید فقط ساز بزنین، و ایشون منو معرفی کردم به استاد آواز و من اساتید خیلی خوبی رو داشتم، دست همشون رو از همینجا میبوسم، بسیار خوب به من تعلیم دادن، از نظر خودم کامل بود و نهایتا هم با سرکار خانم هنگامه اخوان ردیف آوازی رو تموم کردم و یک کمی مرکب خانی با ایشون شروع کردم، بعد با آقای نوید دهخان مرکب خوانی کار کردم و بعد دیگه گروه خودم رو، گروه موسیقی خودم رو تشکیل دادم، در ثبتش کردم به اسم گروه ترمه، چون اولین نوه من اون موقع به دنیا اومده بود و اسمش ترمه بود و من خواستم که اسم گروه هم باشه ترمه به همون اسم، و بعد با گروه ترمه کنسرت های مختلفی رو گذاشتیم توی سالن های مختلف تهران، تالار وحدت، فرنگسرای نیاوران، توی گروه های خیریه زیادی کنسرت های رایگان دادم به خاطر حالا کمک به اون مؤسسات، و بعد توی آسایشگاه سالمندان و معلولین کنسرت هایی رو برگزار کردیم، تا اینکه پیشنهاد جناب آقای نوید دهقان برای اینکه اولین آلبوممون رو از موسیقی محلی، چون با گروه در اصل آقای نوید دهقان هم کنسرت هایی رو داشت، گفتن که اولین آلبوم رو بیایید که این کارو بکنید و خیلی لطف کردن. اولین آلبوم من موسیقی شمال خراسان بود به اسم زخم ناسور که آقای علیرضا گرانفر عزیز کار تنظیم و آهنگسازیش رو به عهده داشتن و آقای نوید دهقان سرپرست گروه بودن و روح خوب و هنرمند قمر هم با من همراهی کردن و اولین آلبوم به این شکل منتشر شد، ولی توی پلتفرم های مختلف بین المللی که در به صورت تک آهنگ، و بعد الان هم که رها رکورد زحمت کشیدم و کل آلبوم رو به صورت آلبوم در پلتفرم ها منتشر کردم. بعد از این جریان دوباره کنسرت ها ادامه داشت، تک آهنگ هایی با جناب آقای دهخان باز اجرا کردیم و بعد پیشنهادی، یعنی در باب آشنایی من با جناب آقای عرشکی رفیع استاد عزیزم شد که با ایشون هم یه آلبوم، در اصل آلبوم دیگه محلی نبود، آلبوم سنتی اجرا کردیم به اسم مهر نگار
و منتشر کردیم. در همین اسنایی که این کار رو انجام میدادیم، تک آهنگ هایی هم باز با آقای دهقان، با جناب هومن حاجبی که در ترکیه ساکن هستند، ترک هایی رو پخش کردیم و دیگه همین دیگه. آموزش رو هم که با اجازه اساتیدم شروع کردم، آموزش آواز سنتی و تصنیف های محلی و ایرانی رو در حال حاضر مشغول تدریس هستم و یک کارم در حال ضبط داریم با جناب آقای نوید دهقان، یه آلبوم جدید که بیشتر تصنیف های قدیمی رو بازخوانی میکنیم با تنظیم هایی که آقای دهقان و آقای گرانفر زحمت میکشن و دارن انجام میدن. قراره با گروه قمر ضبط کنیم. اگه من دلم میخواد فقط سکوت کنم و این اسامی و این عشقی که در این گروه ها، در این برنامه ها، در این آلبوم ها، اسم نوه زیباتون ترمه، بعد گروه ترمه، بعد دوباره مهر نگار، یعنی اصلا همه اینها به من خانم معظمی جانی دوباره میبخشه. حالا دیگه تصور کنید من بخوام اینا رو بشنوم، فکر میکنم از طبقه 43 اینجایی که هستم ببینید من کجام. چه جای باصفایی. مرکز شهر تورنتو میده میگم من پرواز کردم از خوشی و از عشق. بهتون تبریک میگم. چقدر درش لطافت، چقدر زیبایی، چقدر تیم ورک، چقدر عشق میبینم و من خیلی به شما افتخار میکنم و بهتون تبریک میگم. ممنونم ازتون. لطف دارید. شما لطف دارید به من. ممنونم. من میدونم که الان احتمالاً نوه های منم دارن نگاه میکنم و من اسم ترمه رو بردم، خواهر کوچولوی ترمه، تورنجونم هست که حالا مجبورم یه گروه دیگه هم به اسم تورنج تشکیل بدم. از تورنج هم پس دعوت میکنیم که خب میتونم بپرسم، حالا چون الان اینجا یه موردی پیش اومد، این ذهن مشغول و شلوغ من همیشه این کارا رو میکنه، میشه بگین ترم جان چند سالشه؟ ترمه عزیز من الان امسال میره کلاس پنجم، یعنی 11 و تنبک رو از فکر میکنم 4 5 سالگی شروع کرده و الان عود میزنه. سال از تخصصیش اود انتخاب کرده. تورنج عزیز من هم کلاس دومه و اون هم تنبک میزنه. خب پس من واجب شد که اینو خدمت شما بگم. حالا برمیگردیم به خانم معظمی دوستان، ولی ما در بخش کودک و نوجوانمون الان خانم ندا رحمتی، خانم دکتر ندا در بخش ایشون روانشناس مجموعه هم هستن و در بخش کودک و نوجوان از شما دعوت میکنم که فرزندان سرزمینمون و این بچه های گل ترمه و تورنج رو با خانم نداد در بخش کودک و نوجوان در ارتباط باشید که یک بخش بسیار بسیار ارزشمنده و فکر میکنم که ما همه وظیفمونه خصوصا تو این بخش بیشتر معرفی کنیم، بیشتر فعالیت کنیم، چون ایران ما تورنج ها و ترمه ها هستند. دقیقا بله، این ارتباط رو خواهش میکنم برقرار کنید، دختر خانم شما، آقا پسر شما برقرار کنن که با کمال میل و افتخار جوایز پارسی متعلق به خودشونه. متشکرم، با افتخار. ممنونم ازتون، سپاسگزارم. خب من اگر بخوام از شما بپرسم که به عنوان یک بانوی هنرمند، به عنوان یک آوازخوان و این همه تجاربی که دارید، به اضافه دوستانی پرانتزم باز میکنم، ایشون سرشار از عشقن، بعضی وقتا صداهای بانوان آوازخوان، خوش صدا و خوش سیمای سرزمینمون که میشنوم، برای من وایس هایی میذارن، چهره های شناخته شده و نشناخته شده ای هستن، ولی همگی با یک تون خیلی خاصی برای من وایس میذارن. من در مورد خودم میگم و عشقی که به شما عزیزان دارم، دلم میخواد که یک زمانی همه صدای این بانوان هنرمند سرزمینمون رو جمع کنم، به صورت یه آدیو بوک تقدیم به حضور همگی شما عزیزان بکنم. واقعا بهتون تبریک میگم، به خاطر اینکه راه راحتی نیست، به خاطر هزاران دلیل، مادر هستید، مادر بزرگید،
خودتون زندگی های شخصیتون رو دارین، مسائلی که به هر حال همیشه بانوان ایران زمین در هر برهه زمانی در تاریخ ایران زمین نقش دوم رو در موسیقی داشتن. من میخوام به شما خسته نباشید بگم. ممنونم. شما همین که یعنی من نمیدونم چجوری واقعا باید قدردانی بکنم از شما و گروهتون. من با همین چند جلسه‌ای که در اون جلسات هفتگی شرکت کردم که به صورت لایو بوده، واقعا با کسانی آشنا شدم، با هنرمندانی آشنا شدم که برام خیلی جالب بود که یعنی الان در سر تا سر دنیا ایرانیانی هستن این چنین هنرمند، حالا در هر زمینه ای، مجسمه سازی، نقاشی، نویسندگی، هر چی، هنر، خوانندگی، موسیقی، نوازندگی، واقعا گروه شما دارن این تلاش رو میکنن که اینها رو با هم منسجم کنن، یک جا جمع کنن و این نیروی که با اتحاد بیشتر میشه ایران رو و هنر ایران زمین رو بهتر به جهان معرفی کنیم. من خیلی خوشحالم که در این مسیر قرار گرفتم، باعث افتخار من هست و سعادتی به من رو کرد که با شما آشنا شدم و شما من رو با گروه خوبتون آشنا کردین و الان اینجام که واقعا باعث افتخارم. خواهش میکنم. منم باعث افتخارم که شما عزیزانمون رو داریم. من که یک صدا بیش نیستم، من یک قطره در این اقیانوس هستم و تیم جوایز پارسی که متعلق به خودتونه. خانم فریبا معظمی نازنینم، شما هم از جوایز فارسی هستید، متعلق به همه است، یک مجموعه که بدون هر گونه شیطنتی، هر گونه مسائلی، ما فقط در راستای ایران فرهنگی و زحماتی که هر یک از شما گنجینه های سرزمینمون دارین میکشید، ما داریم این دنیای تکنولوژی استفاده میکنیم که این اتفاق رو رقم بزنیم. من اینجا یه پرانتز دوباره باز میکنم و میخوام خدمت شما نازنینم بگم که پروژه‌ای که خیلی مورد توجه قرار گرفته، پروژه 100 بانو خواننده و هنرمند زن ایرانی هست. البته ما 100 رو همینجوری میگذاریم، 100 به اضافه 100 پلاس در واقع که حضور شما رو میطلبه. من یک لایو امروز صبح گذاشتم، چندین پیغام برای من اومد که ما هم میخوایم در این پروژه شرکت کنیم. حالا چگونه میشه شمای عزیز سفیر عشق این پروژه باشید، یکی از اونها باشید و خودتون حضور پیدا کنید؟ من این رو خیلی خوش آمد میگم. و ببینید، چون برنامه همه ماها داوطلب هستیم، ولی چون آینده شو و افق دوردستش رو روشن میبینیم، از همگان، از شما، از افرادی که در کنار شما وارد، آقایان حتی در بخش موسیقیش، در بخش تنظیمش، آهنگسازیش، اینها همه دعوت میشن. من به عنوان یک ایرانی دلم میخواد که صدای شما عزیزان رو در این شهرهای بزرگ بیدر و پیکر جهان بشنوم. وقتی که این اتفاق ها میفته، نه تنها به ایران فرهنگی و هنر ایران زمین کمک میکنه، بلکه خیلی اتفاقهای خوب دیگری هم در کنارش برای شما عزیزان که اینقدر سخت کوشید میفته. خلاصه مطلب اینه که شما رو به ادوایزری بورد، به کارگروه های موسیقی دعوت کردم. از شما خواهش میکنم خودتون این افرادی رو که فکر میکنید حس و حال روز و فریبا رو دارن، روزها و فریباها رو دارن، جمع کنید. این مجموعه متعلق به خودتونه. حتما. من تا همین مدتی هم که تو همین مدت، حالا یک ماه و نیم هم که بودم و توی اون برنامه ها شرکت کردم، واقعا دوستان عزیزم رو در جریان گذاشتم که یه همچین مسیری داره باز میشه و دوستان عزیزی دارن در اون ور دنیا زحمت میکشن برای اینکه صدای ما باشن، صدای مایی که در اینجا هستیم یا در هر جای دنیا، صدای ما رو به همه برسونن. ما هم باید قدمی در این راه برداریم و اون چه که در توان داریم. من شخصا از جانب خودم میگم و مطمئنم دوستان عزیز من، همکارای دیگه من که در کار موسیقی هستن هم همینطور خواهد بود، یا هنرهای دیگه، ما هم همه تلاشمون رو خواهیم کرد که این مسیر اگر کمکی از دستمون برمیاد که هموارتر بشه، حتما این قدم ها رو برداریم.
و بتونیم موثر باشیم، چه بهتر از این. بسیار سپاسگزارم. حتما در کنار هم، منی وجود نداره، ما هستیم و میتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم. ممنونم که سفیر عشق ما هستید، سفیر عشق به هر حال ایران فرهنگی هستید و از این زیباتر نمیشه. یک سوالی از حضور محترمتون دارم. فکر میکنید بانو معظمی نازنینم، این فعالیت های اجتماعی چه تأثیری میتونه داشته باشه برای اینکه ایرانیان رو برای همچین سبک حرکت های فرهنگی و هنری بیشتر کنار هم بگذاره، بیشتر منسجم کنه، بتونیم از داشته های هم بیشتر استفاده کنیم؟ شما فکر میکنید چه تأثیری اصلا میتونه در کل جوامع ایرانی داشته باشه؟ خب ببین، فعالیتش الان من اینجوری میگم، کاری که من دارم میکنم، یعنی فکر میکنم اون چه که الان از دستم بر میاد در این شرایط اینه که اون چه که آموختم انتقال بدم، انتقالش بدم، و در جریان این انتقال دادن در اصل یه فعالیت اجتماعی دارم میکنم که یه عده‌ای رو دور هم جمع میکنم و میگم یه همچین چیزی هست، بیایید با هم یه همچین هنری رو در این زمینه پرورش بدیم. و بعد در جریان این دور هم بودن ها همدیگه رو آگاه میکنیم که از اینی که حالا در این راه قدم برداشتیم، حالا همه با هم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم برای اینکه صدامون رو برسونیم به بقیه کسایی که الان در این جمع نیستن و هی این جمع رو گسترده ترش بکنیم. هر کسی در حد توانش، به نظر من اینی که شاید اگر من اینطور بودم که حالا این هنر رو یاد گرفتم بعدم می‌نشستم خونه و برای خودم حالا یه کاری می‌کردم، شاید الان اینجا در حضور شما نبودم. یعنی این یه به نظر من این یه میشه به فال نیک گرفت این فعالیت خودم رو، به جای اینکه در از تو پستوی خونه باشم و برای دل خودم یه کاری بکنم، الان دارم یه کاری میکنم که یه عده‌ای رو هم همراه خودم میارم و اونها هم همین کار رو خواهن کرد. اونها هم وقتی که سودمندی این مسیر رو ببینن، اونها هم همینطور حرکت خواهن کرد و این فعالیت اجتماعی هی انتقال پیدا میکنه به نسلهای قبل از من، ببخشید بعد از من، مثل نوه های من. اونها هم وقتی ببینن که من دارم یه همچنین میکنم، من نوعی منظورمه، اونها هم تشویق میشن به این که خب فعالیت داشته باشن، بیان، بی تفاوت نباشن نسبت به مسائل خودشون، حالا هنری و غیره. بله، منم کاملا با شما موافقم. ممنونم از این توضیح زیبایی که دادید. من فکر میکنم که ما در مجموعه جوایز پارسی همواره ممنون پیشکسوتان موسیقی، هنر یا هر کسی که در راستای فرهنگ ایران زمین، هنر ایران زمین کوشیده، ما سعی کردیم نکوداشت ها بزرگداشت هایی رو داشته باشیم تا حد امکان. ولی خب همین که شما الان اینجا از بانو هنگامه اخوان نام بردید، شما از آقای نوید دهقان برای مثال دارم میگم، این عزیزان نام بردید، در واقع شما خودتون یک فعال فرهنگی و اجتماعی هستید. هم نام عزیزان دیگری رو که همراهتون هستن میبرید و هم از نسل آینده که چگونه میتونن از این تکنولوژی، از این سیستمی که ما همه در دست داریم به بهترین نحو استفاده کنیم. شما هم یک فعال فرهنگی اجتماعی هستید. میتونم راه موثر باشم، یعنی همه هدف من همینه که بتونم از این عمری که از خدا گرفتم بتونم مثمر ثمر باشم و فایده‌ای داشته باشم. خیلی متشکرم. من هم امیدوارم که عمرتون مستدام باشه، سلامت و تندرست باشید و ما همواره صدای زیبای شما رو بشنویم. من معمولا توی خانواده بزرگ شدم که پدرم اهل موسیقی و آواز و اینها بوده، مثل خیلی از ایرانی ها، مثل خیلی از نه در اون سطح، حالا به هر حال مثل کسانی که حالا چهره های همانند شما داشته باشن، ولی اصلا کلا با موسیقی ما بزرگ شدیم. وقتی که دوره هم جمع میشیم، میدونی پدر چی میگن؟ میگن که خب خانم فریبا معظمی صدای خوبی دارن، خانم بانو یک آواز برای ما میخونی؟ حالا شما فکر میکنی همچین کاری ممکنه اینجا الان اتفاق بیفته؟ شما امر کنین چرا نه؟ نه من که ارادتمندم، من
نمیدونم، من اینو همیشه با هر بانوی هنرمند یا آقای هنرمندی که باشم ازشون خواهش میکنم، چون خیلی جسورم. حالا حالا اگر فکر میکنین برای این اولین برنامه من و شما هست ولی آخری نخواهد بود، بدون این سردیدی، چون شما رو در کارگروه های موسیقی خواهیم داشت به زودی و میزگرد های موسیقی، حالا واقعا ممکنه یه همچین کاری بکنی؟ بخونی؟ چیکار بخونم؟ بخونم؟ باشه. پس یه محلی میخونم، محلی خراسانی میخونم. ای گلم لای لای، خوشگلم لای لای، برق نگاه نور مهتابی، برکه آبی، آرزوی دل، چشم سیاهت، چشم سیاهت، برق نگاهت، ابر غمم را ببارم سر راهت، های ببارم سر راهت، های ابر غمم، امان 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 امان، شد گل شادی گریه شوق مهربان، تاب و توان مهر من جان جهانم، آرزوی دیدنت، خندیدنت مثل سرابه، بی تو دلم قلندری، مست و خراب، هللی مست و خراب، هللی مست و خرابه، غنچه مهر خفتیم، نشکفتیم، چون گل پرپر برابه. بذاری من سکوت کنم الان تا گریم نگرفته. شده اگر کم کسری داشت. ممنونم. میشه هر روز با من لایف بیاین لطفا؟ میشه شده باشید و انقدر انرژی خوب به من بدید؟ وای خانم، من ارادتمندم، من تعظیم میکنم. من الان باید این گردون که چیزی نیست که، من باید جهانی گل به شما تقدیم کنم. چقدر زیبا. وای من عاشق موسیقی های محلی ایران هستم، اصلا جانی دوباره میگیرم، احساس میکنم که همه ایران، همه روح و جانم داره پرواز میکنه. خیلی متشکرم. من دیگه روم نمیتونم بیشتر از این اذیتتون کنم، ولی خواهش میکنم هر وقت که منو لایو دیدید اگه وقت داشتید بگید روز میخوام بیام. افتخار. مرسی. آرزو میکنم که کنسرت های شما و برنامه های شما رو در شهرهای بزرگ ایرانی نشین جهان رفته رفته مشاهده کنیم، هم شما و هم دیگر بانوان و آقایان سرزمینمون رو. من که لذت بردم. ممنونم ازتون. بسیار بسیار باهاتون میگم، خوشحالم از آشنایی با شما و گروه خوبتون و افتخاری نصیب من شده و با افتخار هر کاری از دستم بر بیاد در خدمت. عزیزم، این به جوایز پارسی پرژن بارز خوش آمدید، متعلق به خودتونه، شما از ما و ما از شما هستیم و در راستای فرهنگ و هنر ایران زمین تا آخرین نفس هستیم و روزگار خوبی رو با هم حتما میبینیم و در کنار هم خواهیم بود انشاءالله، به امید خدا. سپاسگزارم. اگر صحبتی باشه هستم در غیر این صورت باز هم ممنونم. خیلی ممنونم ازتون. من لذت بردم از این گپ و گفته خیلی صمیمی و عالی. ممنونم از انرژی خوبتون. سپاسگزارم. همش به خاطر وجود خود شما و هموطنان گرامی هست. تا دیداری بعد شما رو به خدا میسپارم. بعد مخاطبان جوایز پارسی خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. بدرود. خدا نگهدار. مرسی.